بیانیه مشترک سران فرانسه و آلمان درباره ضرورت یک چارچوب بلند مدت برای مذاکره درباره برنامه اتمی رژیم آخوندی که اقدامات منطقه‌ای و نیز برنامه موشک‌های بالستیک این رژیم و هر پرتاب کننده دیگری را شامل شود. ماکرون و مرکل ضمن حمایت از برجام رژیم آخوندی را به تبعیت کامل از آن فراخواندند. بیانیه مشترک شورای دفاعی و امنیتی فرانسه و آلمان. نتیجه‌گیری‌های توافق شده درباره رژیم ایران و همکاری در خلیج فارس. فرانسه و آلمان نگرانی عمیق خود را نسبت به حوادث ماه‌های اخیر در خلیج فارس ابراز می‌کنند و حملات به تأسیسات نفتی در قلمرو عربستان سعودی در 14 سپتامبر را با قوی‌ترین عبارات ممکن محکوم می‌کنند. این محکومیت در بیانیه رهبران سه کشور اروپا در 23 سپتامبر 2019 نیز ابراز شد. نیویورک، کمیته اول مجمع عمومی ملل متحد، استمرار هشدارها به رژیم درباره نقض برجام. نماینده مونتنگرو: رژیم ایران باید با آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. این رژیم نباید هرگز به دنبال سلاح اتمی باشد، نباید آن را بسازد و به آن دست پیدا کند. موضع‌گیری وزارت خارجه فرانسه در قبال گام بعدی رژیم در نقض برجام: رژیم ایران باید از ورود به فاز جدید نقض برجام خودداری کند و باید به همه الزامات توافق اتمی پایبند باشد. فرانسه، آلمان، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی بارها نگرانی خود را از نقض تعهدات این رژیم اعلام کردند. هشدار آمریکا به چین: دور زدن تحریم‌های نفتی رژیم ایران را متوقف کنید. دو مقام بلندپایه آمریکا: خاموش کردن فرستنده کشتی‌ها برای پنهان کردن حمل نفت از ایران که نقض تحریم‌های آمریکاست، بسیار غیر مسئولانه و خطرناک است. ما قاطعانه به آنها هشدار داده‌ایم تا به این اقدام بی ارزش پایان دهند. بمباران شبه نظامیان رژیم آخوندی در سوریه توسط هواپیماهای جنگی متعلق به ائتلاف بین المللی در شهر آلبو کمال واقع در شرق دیرالزور اورینت. در این حمله تعدادی از شبه نظامیان رژیم ایران کشته و مجروح شدند. بالا گرفتن بحران رأس نظام پس از حرفهای روحانی در دانشگاه: ما در شرایط سختی هستیم، در شرایط اقتصادی سختی هستیم. 41 سال ما هنوز به جواب روشن قاطع تو این کشور نرسیدیم. یه عده میگن تعامل سازنده حتما، یه عده میگن تقابل مستمر و دائم. پاسخ نماینده خامنه‌ای در کیهان: باید از روحانی پرسید اگر منظورتان از تعامل، تعامل با اسرائیل و آمریکا نیست، پس منظورتان چیست؟ مگر طی چند سال گذشته با موضوع برنامه هسته‌ای نظام با آمریکا به گفتگو ننشستید؟ اگر بفرمایید نتیجه هیچ بود، از بیان واقعیت دور شده اید، چرا که صنعت هسته‌ای کشور را از بین بردید. کوبیدن حربه همه پرسی بر سر روحانی و تهدید تلویحی وی به برکناری در رسانه وابسته به ولایتی: بد نیست یکی از موضوعات همه پرسی ادامه دولت حسن روحانی برای 2 سال آینده باشد. به سخره گرفتن رئیس جمهور ورشکسته ولایت توسط رسانه‌های باند روحانی: با سیاست فشل و فاقد برنامه، روحانی و تیمش در حوزه اقتصاد نه تنها نیاز به اختیارات ویژه و برگزاری رفراندوم نیست، بلکه دولت او بی تدبیرتر و ناکارآمدتر از آن است که اختیارات ویژه یا رفراندوم بخواهد به فریادش برسد.
از سال 59 تا همین دیروز مدام این صحبت‌ها از سوی رؤسای جمهوری نظام مطرح شده است. دستگیری یک جاسوس و تروریست رژیم آخوندی در سوئد. آفتون بلادت. اطلاعات جدید در مورد مرد 46 ساله‌ای که توسط پلیس امنیتی سوئد دستگیر شده، او را به یک سری حملات رژیم ایران در چندین کشور اروپایی متصل می‌کند. در اکتبر 2018 نیز یک مرد نروژی در گوتنبرگ دستگیر شد که مظنون به جاسوسی پناهندگان و آماده شدن برای قتل بود که بعداً به دانمارک استرداد شد. هشدارهای مستمر کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت درباره ترفندهای اطلاعات بدنام آخوندها. با توجه به توطئه‌های تروریستی وزارت اطلاعات رژیم آخوندها در آلبانی و بلژیک و فرانسه و آمریکا و دانمارک و با توجه به دستگیری و اخراج دیپلمات تروریست‌ها، مقاومت ایران بار دیگر بر ضرورت و فوریت وارد کردن وزارت اطلاعات آخوندها در لیست‌های تروریستی آمریکا و اروپا و محاکمه و مجازات و اخراج ماموران و مزدوران فاشیسم دینی تأکید می‌کند. چهارمین هفته اعتصاب قضای دو زندانی سیاسی در ارومیه. ابراهیم صدیقی و سالار صدیقی در اعتراض به احکام قرون وسطایی و رفتار وحشیانه دژخیمان از 3 مهر ماه در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب زدند. آنها به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و تبلیغ علیه نظام هر یک به 18 سال زندان محکوم شدند. بررسی دخالت‌های شرورانه رژیم آخوندی در دیدار معاون وزارت خارجه آمریکا از عربستان. دیوید هیل. ضرورت تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، همکاری برای مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده رژیم ایران. ژنرال دیوید پتراوس. رژیم ایران قابل اعتماد نیست و بزرگترین حامی دولتی ترور در جهان است. ایران is the biggest state sponsor of terror. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام امنیتی عراق. تکتیراندازانی که قیام کنندگان عراقی را از روی بام‌ها هدف قرار می‌دادند، از شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران بودند. سران گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت رژیم ایران تصمیم به سرکوب موج اعتراض علیه نخست وزیر عراق گرفتند. مایک پنس و اردوغان به مدت 120 ساعت در شمال سوریه اعلام آتش بس کردند. To call on Turkish forces to stand down, to end the violence, to agree to negotiations. And today, I'm proud to report, thanks to the strong leadership of President Donald Trump and the strong relationship between President Erdogan and Turkey and the United States of America, that today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria. در پی نامه مظلوم عبدی از جانب کردها، نیروهای دموکراتیک سوریه به دونالد ترامپ و سفر مایک پنس به آنکارا، نیروهای کردی طی 120 ساعت 32 کیلومتر از مرز عقب نشینی می کنند. متعاقباً آمریکا تحریم‌های ترکیه را بر می دارد. انتشار نامه 9 اکتبر ترامپ و هشدار به اردوغان در مورد حمله به سوریه همراه با دعوت او به مذاکره با کردها. تو نمیخواهی مسئول کشتار هزاران نفر باشی و من هم نمیخواهم مسئول نابود کردن اقتصاد ترکیه باشم. دنیا را ناامید نکن. قطعنامه 2 حزبی مصوب مجلس نمایندگان آمریکا در انتقاد به خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه با 354 رأی موافق در برابر 60 رأی مخالف. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل. آمریکا به ترکیه فراخوان می‌دهد تهاجم خود در سوریه را متوقف کند. حمایت سناتور گراهام
از تحریم ترکیه. دولت کانادا فروش تسلیحات جدید به ترکیه را متوقف کرد. بحران فزاینده بیکاری و اعتراف ننگین وزیر بهداشت آخوند روحانی. 44% بیکاران لیسانس به بالا هستند. گزارشی از رژه یکانهای نمونه ارتش آزادی بخش ملی ایران 26 مهر 1370 پخش در انتهای اخبار.